از خوب برنامه اکسیژن در بحث این هفته خواستم در مورد موضوع, موضوع بسیار مهم و جالب تب کانگو یا کانگو فیوه چیست و چگونه ایجاد میشه در بدن و از کدام طریق میتونه که انسان مصاب بسازه که برای بحث بیشتر این موضوع در اسیدیو با خود دکتر صاحب فریدون شهزاد متخصص داخلی عمومی را با خود داریم که در آغاز دکتر صاحب شما در برنامه خوش آمدید میگیم سلام علیکم. تشکر سلام بر شما و وقت به شما و تلویزیون بینندگان تلویزیون آرزو خرسان دستم که بعد از مدت ها بازم با شما و تلویزیون آرزو هستم سلامت باشین دکتر صاحب چرا باید تب کانگو را باید جدی گرفته شود؟ یعنی تب کانگو یا کانگو فیور به اصلاح آمیانی یا تیبیش که میگن چیز و در بدن چگونه ایجاد میشه؟ تشکر تب کانگو یا سی سی که کریمین کانگو هیموراجک فیور گفته میشه که از نامش پیداست یک تب یک مرض ویروسی و تبدار و خوندهنده است از باعث هم و خوندهندگیش خطرناک برش گفته میشه به خاطر از که به صورت هانی وقتی که بعد از ظهور مرض باعث ایجاد مرض در بدن انسان شد به صورت آنی باعث مرگ مریض میشه و خود انتقال مرض از طریق گزیدن یا وقتی یک کنه ناقل شروع میشه و بالاخره باعث مرض میشه یعنی اسباب عمدهش میتونه که ویروس باشه گفتن یعنی عوامل عمدهش یا اسباب عمدهش چی میتونه باشه که یک شخص مصاب کانگو فیور یا تب کانگو مصاب شود تشکر تب کانگو قسمی که از نامش پیداست یک عامل ویروسی داره که از طریق میزبان حیوان بله. که میتونه بوز گسفند و یا گاو باشه از بعد از وقتی خود کنه از طریق خون از او انتقال میکنه به شخص انسان یا میزبان که بعد از اینکه که خود شروع مرض مربوط به این میشه که خود وقصه کنه چقدر عمیق یا چقدر سطحی باشه احسن. که دوری تفریخ یا دوری خفیه بودن خود مرض در بدن انسان نظر به مو عمیق بودن و سطحی بودن نشه کنه متفاوت است بله. در صورتی که نشه عمیق داشته باشه از سه 6 روز شروع مرض میباشه دوره تفریخش بله. و در صورت که سطحی باشه از 6 الى 13 روز طول میکشه بالاخره باعث ایجاد مرض و ارازرهای میکلنیکی میشه بسیار خوب قسم گفتن وقت کنه ایوان مصاب میسازه از طریق ایوان برش میتونه که انسان مساب بسازه خیر ایوان مساب وقتی که توسط کنه گزیده میشه بعد از او از طریق خون از او چون در ایوان مساب خون موجود است بله و از طریق خون از او که کنه وقت میکنه کنه می ویروس انتقال میتونه به انسان سالم که بعدا انسان بعدا وقتی که یک شخص مصاب به چنین نافت میشه اراز علائمش واضح تر اگه بگوین چی بوده میتونه پیش دکتر وقتی که مراجعه میکنه از چی شکایت میکنه و یا خودش یا پایواز و اطرافیانش زیادتر چی شکایت دارن اصلا اراز علائمی که مربوط به هموراژیک فیور کانگو فیور میشه بله. است که بعد از شروع مرض تب به وجود میه تب شدید درد اعضلات، شخی گردن، دلبدی، استفراغات و همچنان در مرایل پیشرفته خون هایی که از طریق استفراغات مملو با خون می باشه و از طریق مواد قایت خون دفع می کنن و همچنان به صورت منتشر در ترس جلد و ساعات نرم جلد خون دیده می شن این اراز ای می باشه و کسایی که با ایوانات سر و کار دارن به خصوص کسایی که در طبله ها کار ام. میکنن به خصوص کسایی که قصاب هستن کسایی که در سلاخانه ها یا کشتارگاه ها کار میکنن و کشاورزا و چوپان هایی که بلد. با هم چه موارد سر و کار دارن اینا بیشتر معروض به ابتلا به این مرض هستن اونا بیشتر در صورت که تب پیدا میکنن در صورتی که دلبدی و استفراغ پیدا میکنن گردن پیدا میکنن هر چاجو باید نزد دکتر مراجعه بکنم و در طول مدت های یا سال های پسین تب کانگو در, در مخصوص در ولایت بلخ دیده نشده ولی به تازگی تب کانگو در کیس مثبتش در ولایت بلخ دیده شده بله که شفاخانه حوزوی آمادگی خود داشتند و کسایی که در اونجا بستر شده بودن تداوی شد و ما منعیس کارکنان صحی ولایتی برای ما هشدار داده شد که در تمام شفاخانه ها باید آمادگی برای مریضای تب کانگو داشته باشیم و مریضای تب کانگو قسمی هسته که در درک شرایط خاص از اونا باید پذیرایی و نگهداری شود. تا یکی دیگرها دیگر باعث این سازی نشه که از طریق از اونا مصاب شود دکتر صاحب حالا وقتی یک شخصی که مصاب به تب کانگو یا کانگو فیور می باشه چگونه تشخیص داده شود که امی شخص مصاب به تب کانگو که شما گفتین قسم تعریفش کردین مصاب به ای آفت هست یا نیست یعنی شیوه های تشخیصیش چگونه است از کدام طریق بدانیم که یک شخص پیش پیشیزی که به دکتر مراجع کنم حداقل بتونه یا اطرافیانشان تشخیص بدن که چون گفتن یک کاملا ویروسی می باشه یک مرض است که میتونه دیگه شخص هم مساب بسازه حداقل یک تشخیصی داده شوه که یا پیش دکتر مراجع شوه که مساب به کانگو می باشه بسیار خوب است مردم ما مردم چون کم سواد هستند در مجموعه سواد در خصوصا در اطراف بلند نیست بله. و مردم های شهرنشین به زودی میتونه موارد که ما تفیم میکنیم و برداشت بکنه و عملی بکنه در اطراف برای تشخیص این مرض خیلی هات مشکلات یاد است اما برای گفتنش لازم است که کسایی که بیشتر ما قسم که قبلا گفتم که سر و کار دارن با با حیوانات و بعد از اینکه در خانه خود در جسم خود یا که بعد از که یک 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 کشتارگاه میره یا تا خانه میره یک یک کنه میبینه که او را وقصه کرده اونا بیشتر چانس مسئولیت به این مرض داره خودشون باید مراجع بکنن به دکتر و خود گرفتن تاریخچه از یک مریض که کنه اگر وقصه کرده باشه و تاریخشه میته خود ازی بر دکتر بیا یا بله. اطرافی از اون میرسانه که امکان داره تا به کانگوی را ساخته باشه و در این زمان خود اعراض علائمی که در نزدیک یک مریض بعد از وقتی یک با وجود میاد خود از این نشانه این از است ای که مریض مصابه تب کانگو شده باید هر چاجل با کلینیک های مجاز انتقال شود و خود بعد از اینکه ماینات صورت میگیره خود اعراض علائمی کلینیکی و موجودیت ویروس در خون از اون خود از این نشانه این ده موجودیت تب کانگو است و بر تشخیص میرساند و تداوی برش از که شما که گفتین وغزه خود کنی که باعث انتقال ویروس از به انسان میشه آیا با خوردن گوشت حیوانات نیز میشه که این مرض انتقال کنه به انسان دقیقا از طریق گوشت هایی که نیمه خام استفاده میشه و همچنان قصابای وجود داره وقتی که میخواین گوسفند زبا بکنن در این پوست کردن بله. پوست از او کار در دهن خود میگیره اینا شرایط انتقال تماس می بله. باشه تماس می داشته باشه کسایی که مصاب هستن از طریق لعاب دهن، از طریق تماس خون با جلد سریعا میتونه باعث انتقال شود کسایی که اگر مصاب با شخص مصاب در تماس میشن و لعاب یا خون از اونها خصوصا بر کارکنای سی در در جلد از اونها تماس میکنه باید هر چه جلد با آب سابون شست و صابون شستشو شود و مریضی که تشخیص میشه که این مصاب است در خانه هر لباس ظروفی که با او تماس داشته یا که لاب یا ای که تراشوات دیگه که از بدن خارج میشه که با او تماس گرفته باشن باید هر چه حریق شود بله. و همچنان در شفاخانه ها کسایی که می تشخیص مرضی وقتی که بستر میشن بعد از مرخصی از اونا باید جدا تمام امود وسایل و تجهیزاتی که به او استفاده شده باید حریق ساخته شود و همچون مریضی که تازه به شفاخانه یا کلینیک مراجعه میکنه بله. که تشخیص میشه که تب کانگو داره باید جدا از دیگه مریضها در یک اتاق مخصوص در شرایط خاص و اتاق مخصوص بله. نگهداری و تداوی شود و شهای نور مستقیما به دو اتاق نتاب به خاطر اینکه یک اساسیات ای های خود بله، مرضی از در از در مقابل نور است که باید به با این توجه شود دکتر صاحب آیا شخصی که مصاب به تب کانگو هست و شخصی که گیری مصاب نیستم یعنی منظورم می است که های راه های جلوگیری یا پیشگیری هم وجود داره که جلوگیری شود که شخص مصاب با تب کانگو یا کانگو فیور نشه بله وقایه تب کانگو بسیار آسانتر و بدون هزینه نسبت به ای که یک مریض مصاب شده هست یعنی وقایه بهتر از تداوی است دقیقا, دقیقاً کسایی که تبله خانه دارن باید دواپاشی بکنن زدفونی بکنن تا بلا خانه خودن قصابایی که اه، اه، کشتارگاه دارن باید کشتارگاه های خود جدا زدفونی بسادن پاک و تمیز نگه بکنن و کسایی که در اونجا کار میکنن حیواناتی که در وجود از اونا کنه دیده میشن یک حیوان <متحد> مشکوک است در مجموع باید حیواناتی را که در وجودش کنه را میبینن باید با دستکش ها و وسایل محافظتی او بکنن و کسایی که گوشت می بینن که مشکوک است برشان قبل از استفاده خود گوشت بگیرن در در فریزر بانن از یک الا چهار ساعت خود فریز ساختن گوشت باعث میشه که ویروس از بین بره و همچنان کسایی که در کشتارگاه ها گوشت های زیاد استفاده میکنند یا که ذخیره میکنند بله. که در آینده در بازار عرضه بکنن اونا باید در کشتارگاه های خود فریزر بزرگ داشته باشند که از, از 6 تا 24 ساعت باید در اونجا در شرایط خاص نگهداری شود تا اینکه ویروسی که در وجود او گشتا موجود است او باید از بین بره بالا در بازار عرضه بکنه یعنی این همچنان ای آفت میتونه که با تغییر حرارت خصوصا در با سرد ساختنه در حرارت 1 الی 4 درجه منفی ویروس کاملا از بین بره و همچنان کسایی که از بازار گوشت میخرن تقاضای می است وقتی گشت گوشت میبینن مور کردگی نیست که وزارت صحت عامه یا ریاست های صحت عامه در ولایات او را مور صحت برش نزده باشه از او گوشت اگر نخرن بهتر است تا یک از گوشت که توسط نماینده های وزارت محترم صحت در در بازارها او رو مور میکنن و صحت می از او تضمین میکنن از او گوشت استفاده بکنن فکر میکنم که وقایع بیشتر است دقیقا دقیق تر میبود بسیار دکتر پایلا وقتی یک شخصی که مثلا به کنگو است خودش تشخیص کرده به یا نتانا حایلا سوال اینجاست که یک شخص وقتی که با طب که دارم مشکوک به این میشه که مسابه تب کانگو است یا نیست یا خستگی یا ضعف که داره چی وقت لازم است که برش پیش دکتر مراجعه کنه و شکایت های خدا بگویه که ما آیا مسابه تب کانگو است هستم یا خیر فکر می کنم که هر قدر تب کانگو رو در شرایط ابتدایی در در مراحل ابتدایی اگر اگر من. شخص به دکتر مراجعه بکنه تداویش آسان تر و سهل تر است هر قدر به اگر ما و شما در بعد از اینکه مشکوک باشیم که ما با تب کانگو مصاب هستیم هر قدر بریم اما قدر در اعضای حیاتی بدن ما و شما سلام می مثلا بزرگ شدن خود کبد یک آفت بسیار جدی و حیاتی بدن است مثلا خونریزی های داخلی که در اشای داخلی بدن وقتی که خون تجمع بکنه خون زایه شوه و در تحت جلد خون زایه شوه خون ما شما به اندازه باشه که باز دکترها نتونه به صورت عاجل و آنی را دوباره ایاده بکنن بله. یک یک مسائل خطرناک برای حیات انسان است از او خاطر از, او خاطر،, از او خاطر هر چه عاجل اگر کس مشکوک میشه که ما به تبوک اون گو شده باید بدکتر خود بهترین شیوه درمان از نظر شما برای شخصی که مسواک به کنگو است چی بود بوده یعنی بیتین تداوی برای ایافت از نظر شما چیست؟ چون یک یک آفت ویروسی و خطرناک است و از قسمی که از نامش پیدا است هیموراژی یا خون دهنده است بله. هر چی در شرایط شفاخانه ای باید مریض بستر و تحت مداوا قرار بگیره در شرایط شفاخانه بستر شده و یعنی میگن با مدت طولانی باید زیر مراقبت باشه تا اینکه تداوی جدی بشه تکمیل و دکتر دکتر صاحب خودشان تصمیم بگیره برای مرخصیشان بله. و همچنان کسایی که مصاب به تبه میشن این بار تداوی میگیرن در آینده امکان ازی وجود داره که بعد از چندین سال چون مافیات به وقتی که پیدا شد بعد از دو سه سال پس دوباره مافیات از بین میره پس دوباره مساب میشن باید همیشه خود احتیاط بکنه یعنی بعد از تداوی کاملا امکان برگشت آفت وجود داره بعد از دو سه سال بعد چون تداوی صورت میگیره خود از یک یک مافیات به وجود میاره وقتی که مافیات وجود داره مافیات دو, دو سه سال بعد پس دوباره تصیف میشه یا ای که با کدام امراض دیگه اگر مواجه میشه که او امراض باید شده که ایمینی بدن یا معافیت بدن پایین بیاد دوباره این چانس مصاب شدن وجود داره خود که مصاب است باید با کدام شرایط مراقبت صورت بگیره همراهش خصوصا از نظر روحی روانی هم نوع تاثیرات خود می داشته باشه و از نظر اجتماعی و خصوصا در بین فامیل از نظر ای که گفتن ویروس است که خیلی خطرناک میتونه که دیگر را مصاب سازه اطرافیانشان باید چگونه مراقب مریضشان بوده باشن و خود دکتر سایبا کسانی که حتی با تب کانگو اگه آشنایی هم ندارن یعنی مراقبت از مریض یا پایوازدوریش چیگونه پرستاری شود؟ بهترین گزینه ای است که شرایط شفاخانه باید مریض بستر شود یک دوم دیگه اطرافیانش باید خود احتیاط بکنه و مواظب باید اما تماس با, با, با مریض باشن در صورتی بله. که کدام مایه که تراشوهاتی از بدن از او باشه وقتی که به او تماس میکنه هر چاجل بدن خودش را بکنه با آب و صابون و در این زمان دکتر صاحب هم تداوی که در مطابق میارات است با وجه اصلا با وقت و با زمان درست به وقت عملی بسازن و همچنان چیزی که زیاد مهم است یه است که وقتی که مریض از شفاخانه مرخص میشه و یا یکی هر 24 تا لباس از او تعویض میشه یا یکی وسایل از میشه باید هر چاجل دو شود تا که وقایع بکنیم برای ابتلا عدم ابتلا دیگر سرایت نکنه بسیار خوب در اخیر می بپرسم که آیا رژیم غذایی مناسب تر برای این مرض در نظر گرفته شده از نظر به خاطر که باید تقوی مریض و یا ای که به خاطر تهویه دوباره چون هموراجی گفتین خوندیز خوندار است و میتونه که ضعیف بسازه مریض از خستگی و ضعیفی گفتین کلام رژیم غذایی مناسب تر در نظر گرفته شده یا پرهیزایی که باید برای مریض داده شود یا در غیر صورت میتونه که از تمام رژیم خاص برای رژیم خاص خاص غذایی برای این مریضی وجود ندارد چیزی که بسیار زیاد مهم است و این است که مریض از نظر روانی برش, روانی شوه برش شوه حمایت روانی داده شود و بعد حمایت روانی شود توصیه شود که این یک مرض کشنده نیست و فعلا تحت مداوا قرار داره و هر چیزی زودتر ان شاء الله بس میشه و در پلوش غذاهایی که تقویه بکنه خونه، تقویه بکنه ایمونیتی یاد یا مافیات بدن او بهتره نسبت به اینکه غذاهای بسیار ساده و سبک باشه بسیار خوب ممنون از اینکه دکتر صد در برنامه تشریف آوردید سلامت باشید از اون خوب برنامه اکسیژن ادامه برنامه را پس از یک کوتاه دنبال کنید